در دو سه روز گذشته اتفاق افتاده. آقای پزشکیان به نیویورک رفته و اخباری اومده بیرون که تکذیب شده، تکذیب نشده، دوباره برگشته. و اگر اجازه بدیم من خیلی خیلی کوچیکش رو در مثلا چند ثانیه‌اش رو میخوام با شما با هم گوش کنیم و از شما بپرسم که آیا اینها میتونه تأثیر روی این تصویری که داره از ایران به قول شما تغییر میکنه و برای من شمایی که در فضای منطقه هستیم میبینیم که چگونه است، آیا ممکن این تأثیر بذاره یا نه و تأثیرش چیه؟ سوال کلی که من از شما میخوام امشب بکنم اینه. گفته میشه که حزب الله زیر سنگین ترین فشارهای تاریخ 45 ساله هستی، 40 سال 42 ساله هستی خودشه و باراک راوید من این سال را همه را پشت سر هم میکنم ولی باز تک تک سراغش باز خواهم گشت. باراک راوید در اکسیوس امروز در مقاله‌ای نوشته که حزب الله از ایران تقاضای کمک کرده و حزب الله از ایران تو اتک اسرائیل هم وست رافیش هسته و ایران، جمله‌ای که امروز آقای پزشکیان گفته که شما دیدیم جمله را دیگه که ما خودشون میتونن از خودشون دفاع کنن و تنهاست رو خیلی پاسخ به این میدونن که نه ما تنهاشون گذاشتیم و الان همه خیلی خیلی گیجن. به نظر میاد که این حس رو دارن منتقل میکنن که ایران حزب الله رو تنها گذاشته. من با بحث فارسی دیروز آقای پزشکیان شروع میکنم که بلومبرگ اون رو به این شکل منتقل کرد که ما حاضریم سلاحمون رو کنار بذاریم. اجازه بدیم با همین اول ببینیم. تروریسته، فرق نمیکنه چه عربه چه عجمه چه فارسه چه اسرائیل چه آمریکا چه ایرانه. اگه ترور کرد تروریسته، نه اینکه یه طرف ترور بکنه بگه دفاع از خود، یه طرف اگه خواسته چنین کارو بکنه بگه تروریسته. ما محکوم میکنیم اینا، این کلیات حرف ما. بیایید کمک کنید جامعه درست بشه که درش امنیت به وجود بیاد. بیایید کاری بکنیم، تعامل کنیم، نجنگیم. تو اوکراین هم این همینه. چیزی رو که با گفتگو میتونیم حل کنیم با موشک و اسلحه حل نکنیم. ما آماده ایم تمام سلاحامونو بذاریم کنار به شرط اینکه اسرائیل هم بذاری کنار. همینجا من متوقف کنم. این جمله جمله عجیبیه آیه دکتر، اون هم در میانه جنگ، زمانی که عده‌ای خودشون رو زیر پرچم جمهوری اسلامی میدونن به عنوان محور اصلی مقاومت در منطقه و میرن شهید میشن. هفته گذشته تصاویری دیدیم از کسانی که چشمشون از دست رفت، دستا از دست رفت و تصاویر خیلی خیلی عجیبی. و ما داریم چنین چیزی رو به بلومبرگ اجازه میدیم که به جهان تیتر کنه و این فقط پیغام به داخل ایران یا به آمریکا نیستش، پیغام به همراهان و متحدان ما در منطقه است که بچه های 19 سالشون دارن شهید میشن. ایران پرزیدنت says he is prepared to ease tension with Israel. این جمله حالا حتی اگر شیطنت بلومبرگ هم بوده باشه ولی بالاخره میبینیم. این شما نظرتون در مورد همین جمله آقای پزشکیان چیه؟ ما حاضریم سلاحامون رو زمین بگذاریم، اما آیا اونها حاضر هستن سلاحاشون زمین بذارن؟ ببینین من خیلی صریح بهتون میگم، اصلا سفر رئیس جمهور رو پیگیری نکردم و هیچ گونه سخنرانی ها رو گوش ندادم. فقط یه دو سه تیکه تو فضای مجازی شنیدم و نمیتونم خیلی اظهار نظر بکنم. مهمترین اظهار نظری که میتونم بکنم اینه که به نظر من که هیچ ربطی به سوال شما نداره، اینه که آیه وزیر خارجه باید در کنار رئیس جمهور بشینه، نه آیه دکتر ظریف، چون این شایبه داره، اون شایبه ایجاد میکنه که وزیر خارجه ما بالاخره کیه این وسط و به نظرم به صلاح وزیر خارجه و وزیر خارجه نیست و به نظرم در آینده باید بیشتر این رعایت بشه. قطعا هیچ کس نیت بدی نداره ولی خودتون بهتر از من میدونی این تصاویری که در میاد، بعد سفارتخونه ها دولت ها محاسبات متفاوتی رو انجام میدن و این میتونه اشکال در نظام اداری ما و مدیریتی ما ایجاد بکنه و به نظرم در آینده باید بیشتر این رعایت بشه. در ارتباط با فرمایشات مختلفی که رئیس جمهور کردن، ببینین آیه دکتر رئیسی خدا رحمتشون کنه، ایشون قبل از اینکه رئیس جمهور باشن رئیس قوه بودن و زبان دیپلماسی رو شاید قبل از اینکه ریاست جمهوری رو شروع کنن یه مقدار وارد شدن. آدم خیلی باهوشی هم بوده. حالا من هنوزه به یاد اون توهینایی که تو انتخابات ریاست جمهوری یکی از کاندیدا بهشون کرده
حتی که بهشون شده بیاد میارم ناراحت میشم. ولی آدم بسیار باهوشی بوده، آدم بسیار عاقلی بوده و یه مقدار دوره هم دیدن قبل از اینکه رئیس جمهور بشن. رئیس قوه قضاییه چیز کوچیکی نیست، رئیس مجلس بودن چیز کوچیکی نیست. بالاخره مثلا به عنوان مثال یکی از کسانی که شاید برخی از مخاطبین شما دوست نهش باشن ولی من بهش علاقه مندم، آقای دکتر لاریجانی بودن. وقتی که دکتر لاریجانی رئیس مجلس بودن خیلی خوب صحبت میکرد. خب این هم این تجربیات زیادی در حوزه مختلف مدیریتی در نظام داشتن، دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن و خب کمکشون کرده تا این پختگی رو پیدا بکنن. آقای دکتر پزشکیان خب 4 سال وزیر بودن، قبل از اون این مدتی معاون وزیر، مدیر کل بودن، بیشترش نماینده مجلس بودن، حالا نایب رئیس مجلس فکرم توی دوره بودن، ولی کار اجرایی به اون معنا نکردن در سطح کلان. و خب بعضی وقتا این اشتباهات صورت میگیره و در دورای گذشته اینجور چیزا هم بود. من بله اینا بعضی وقتا لطمه به ما میزنه به خاطر اینکه دشمنانمون سریع اینا رو در میارن تحریفش رو میکنن. این حرف بلومبرگ به نظر من تحریف شده است یا توش، یعنی قطعا شیطنت توش هست، اونا هم هدفمند این کار میکنن. ولی قطعا آقای دکتر پزشکیان نیتش این نیستش که مثلا ما خلع سلاح بشیم، این قطعا منظورش چیز دیگه ای بوده. ولی خب همینجور مثل من که همینجور دارم با شما صحبت میکنم نه آیه مرندی حالا بذاریم، شما همیشه خیلی لطف دارین، خیلی هم دیپلماتیک حرف میزنین، لا بلای حرفاتون هم حرفای همین الان دیپلماتیک هم زدین که ما بعدا خودتون نیستیم بازش میکنیم. خب در مورد سوء استفاده سفارت ها و غیره و اینها ما امیدم دوستان این رو این تیکر رو گوش کنم و حرف های مرندی شما به قول خودتون بعدا باز نکنید دیگه، گفتم دیگه تموم شد رفت دیگه. حالا شما خودتون به قول خودتون میگی من نباید ببینید یه اشکالیه به نظر من کار درستی نیست و ولی دیگه نباید هی طرفو حالا بکوبیم و بکوبیم اصلا کسی بکوبیم کار نداره دکتر. شده دیگه حالا من یه بار گفتم دیگه شما بعدش نه اصلا بحث کوبیدن نیست، بس اینه که شما میگی که من کاری نیستم، شما میگی من تو خونم نشستم با اون استاد دانشگاه آدم آتش به اختیارم میرم با یه سری انگلیسی صحبت میکنم، همیشه من اول صحبت میگی من نمیدونم، خب با ما هم صحبت میکنی میگی من نمیدونم، من اصلا نمیپرسم، 10 تا به منم میگی که من حتی توی با من به مخاطبا بگم قبل از اینکه برنامه شروع شم من یه سوالی از آقای مرندی پرسم میگی من نمیدونم، خب من اصلا فضول نیستم، من بچگی خیلی فضول بودم بعد یاد گرفتم فضول نباشم، درسته؟ خب اینو حافظه خوبی داری، اینو فکر کنم 2 سال پیش به شما گفتم. خب حالا گوش کنید، ولی با این حال شما یک کلمه گفتی زمستان سخت، نزدیک 1 سال آوردنت بیرون در میدان شهر، خب تنبیهتون کردن، گفتن که این خواست نظامه، نظام این کارو میکنه فلان میکنه، با اینکه شما میگی من کاری نیستم اما حرفا تبعات داره، گفت درسته. و الان رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور محور مقاومت اومده گفته که ما باید سلامون پایین بذاریم در روزی که درست در روزی که 558 نفر در لبنان شهید شدن. آقای دکتر خب اگر شما در دهه 60 که اون جنوب بودی در فلفج 4 بودی، روزی که یک بار گفتیم شما که چم لباس قفاسی هم پوشیدین که سوار شید و برید و کربلای 4 و بعد برگشتید، شما در اون شرایط توی منطقه دیگه بوده در اون شرایط خب اگر کسی در تهران میگفتش که ما آماده ایم سلاحامون رو زمین بذاریم، شما که داشتین سوار قایق میشدین که برین جونتون کف دست بذارین، چه حسی میکردین؟ ببینید من قطعا من یقین دارم که آقای رئیس جمهور گرچه حرف به صدا دقیقی نبود به هیچ وجه، ولی یقین دارم که رئیس جمهور چنین نیتی رو نداشته، منظورش این نبوده که ما خلع سلاح بشیم، داشت صحبت میکرد. حالا این وسط این شکل گفته، منظورش رو نتونستن درست بیان بکنن، تون سریع صحبت کردن. خب باید در آینده بس من بقیهش رو گوش کنیم، این تجربه بشه و برایشون و در آینده به اصطلاح دقیق تر صحبت کنم. ولی من یقین دارم که ایشون یقین داره شما چون گفته میشه منظوره بله لطمه وارد میشه بعضی وقتا. خب در دولت های قبل در یه نماینده مجلس، یه وزیر، رئیس جمهور، هر کس رئیس یه قوه یه چیزی میگه بعد عواقبی داره پیش میاد، ولی انشاءالله به تدریج ایشون تجربه بیشتری کسب میکنن و
دقیق تر صحبت خواهند کرد. شما حرفتون این که ایشون دقت نکرده بسیار خوب، اما در تهران خیلی معتقدن که وقتی که میگن دولت وفاق، این دولتی که همه ارگانهای اصلی کشور باهاش هستن، رهبری هم باهاشه، بالاخره سفر به این مهمی در چنین شرایطی حتما با به قول معروف دیداری بوده با مقامات، با رهبری، جلسه اجلاس سران نظام، و الان این شایعه وجود اومده که این نگاه نگاه رهبریه. رهبری هم میخواد که اولویتش اینه که ما الان بشینیم و مذاکرات هسته‌ای رو آغاز کنیم، و به این علتی که بقیه مسائل میتونه به حاشیه بره و این تصویری که حتی در ایران هست. پس شما معتقد نیستین که این نگاه رهبری این که ما سلام بزنیم؟ بذار من این نکته دوم بگم. اولا این که ایران میگه ما مسئله هسته ای رو میخوایم حل، اتفاقا اینم توییت کردم امروز چون دیدم الجزیره داره از قول وزیر خارجه اینو میگه، و بعد یه دی دارن میگن که بعد ایران مثلا تو این شرایط میخواد عقب نشینی بکنه یا میخواد مقاومت رو بفروشه، یه دی تو خارج از کشور شیطنت میکنن دیگه، بالاخره دشمنانمون از هر حرفی سوء استفاده میکنن، که من تو اون توییت نوشتم که این سیاست همیشگی ایران بوده، در دولت زمان دولت های رئیسی ما نزدیک بودیم به توافق، نزدیک بودیم. اینا رو چند بار تو برنامه شما توضیح دادم که روز آخر مذاکره تو وین اون متنی که اتحادیه اروپا داد، ایران و تیمای گروه مختلف برگشتن به پایتخت ها، ایران یه دو سه تا تغییر کوچیک رو اعمال کردن فرستادن برای جوزف بورل، اونم گفت خواستای ایران منطقیه و امیدوارم آمریکایی‌ها به اصطلاح بپذیرند و تمام شه بره. من خودم فکر میکردم مثلا دو سه روز بعد میریم بیان برای مراسم که آمریکایی‌ها بالاخره عقب نشینی کردن به خاطر انتخابات میان دوره بعد، آشوبا تو ایران شد که آشوبا باعث شد که آمریکا محاسباتشون عوض بشه و قبول نکنن. خب ما بنابراین اون موقع بحث همین بود. این حرف آقای وزیر خارجه حرف جدیدی نیست، همیشه میگن ما آماده ایم برای توافق، حالا غربی آمادگی دارن یا ندارن یه بحث دیگه است. شاید تو این روزها اینو گفتن تبعاتی داشته باشه، ولی اصلا وزیر خارجه چنین نیتی رو نداشتن. بعد من این نکته رو به شما بگم بزرگوار، بحث حالا دولت وفاق ملی و اینا رو من خیلی بلد نیستم، ولی از نظر من بنده سفر به نیویورک خیلی سفر مهمی نیست، و من اتفاقا همیشه به دوستان میگفتم که کاش اینقدر رؤسای جمهور به اصطلاح اینقدر به نیویورک نرن. و خب زمانهای دکتر رئیسی هم نظرم همین بود، الانم هم نظرم اینه. خود آیت الله خامنه ای وقتی که رئیس جمهور بودن یه بار رفتن نیویورک، حالا من نمیگم نباید رفت، حالا یه بار دو بار، حالا هر سال اگه بخوام برن برن، ولی به نظر من سفر خیلی مهمی نیست. خب سفر خیلی مهمی است. آیا عراقچی تو همین سفر میگه که ما تلاش ما اینه که دور جدید از مذاکرات در حوزه هسته‌ای شروع شه، طرف مقابل آمادگی داشته باشه، میتونیم دو همین سفر نیویورک هم شروع مجددی از مذاکرات داشته باشیم. همزمان آقای عراقچی میشینه بغل آقای جناب آقای پزشکیان تا این حرفا زده بشه. بریم با هم دیگه ببینیم بغلش رو. خب این حرف عجیبی نیست، همیشه این بود در زمان دولت آقای رئیسی هم نگاه نظام همین بود. بس خب ما هیچ ببین آقای عریضه، اصلا به صلاح ما نیست که ما بیایم بگیم ما آماده برای توافق نیستیم، ما آماده برای مذاکره نیستیم، اصلا هیچ وقت همچین حرفی رو نمیزنیم، به خاطر اینکه بعد اینا رو علیه ما سوء استفاده میکنن، حتی وقتی که میدونیم که مذاکرات هیچ فایده نداره. شما اصلا میدونین که در این مقطع مذاکرات هیچ فایده نداره، شما نمیایید بگین که ما الان مذاکره نمیکنیم، چون طرف مقابل میاد ازش سوء استفاده میکنه و میگه که نگاه کن اینها هستن که حاضر نیستن مشکل رو حل بکنن. بنابراین همیشه ما میگیم که ما حاضریم مسئله رو حل بکنیم، مذاکره کنیم. خب همون نگاه ولی... ظریفه. خب آیه مرندی من بهشم توضیح بدم. به این نگاه ظریف آیه ظریف شاید منتقده. در یک من کوتاه بگم آقای ظریف معتقده که چون اسرائیل از ایران امنیتی سازی کرده، ایران سکوراتایز کرده، اصطلاحی که خیلی بهش علاقه داره، ما باید مرتب به جهان بگیم که آقا ما دستمون بالاست، ما امنیتی نیستیم، در حالی که
قبول هستن همه حرفا، ما بگیم آقا ما بمب اتم نمیخوایم بسازیم، ما دنبال سلاح جنگی نیست، سلاح کشتار جمعی نیستیم، ما فلان همه اینو قبول. ولی در حال حاضر شما نگاه کنید که به قول خودتون گفتین اول برنامه، تمام افکار عمومی غرب الان علیه اسرائیل بسیج شده و تو این شرایط قاعدتا آقای پزشکیان باید بیاد از این فرصت طلایی استفاده کنه تا تمرکز یک ثانیه از رو غزه و از روی لبنان رد نشه. اگه الان شما فکر کنید نتانیاهو بود مرتب در مورد خطاهای ایران حرف می‌زد، نه اینکه بگه آقا ما آماده صلحیم، ما می‌خوام دوست باشیم، فلان باشیم اینا. آقای پزشکیان به جای اینکه بیاد در مورد نسل کشی فلسطینی‌ها حرف بزنه، راجع به نسل کشی صحبت کردن بزرگوار، ایشون هم خیلی تند و صریح راجع به اسرائیل و غربی صحبت کردن. ببین اولا وزیر امور خارجه ما آقای دکتر عراقچیه، باید ببینیم که دیدگاه ایشون چیه. آقای دکتر ظریف هم وزیر امور خارجه نیستن، بنابراین اصلا این بحث به نظر من بحث های دکتر ظریف حرفای آقای ظریف از ذهن آقای پزشکی هم میاد بیرون. یک کوشه جداگونه ای باید براش بزنیم که قبلا بحثشو کردیم، به نظر من الان وقتش نیست. نه من دارم میگم که مفهومی که آقای پزشکی داره میگه من دارم میگم استراتژی که آقای پزشکان انتخاب کرده به نظر میاد که استراتژی اینی که بگه به جهان بگه آقا ما رو امنیت سازی نکنید، ما دنبال ایجاد تنش نیستیم. ولی الان بحث جهانی نیستش، اصلا جهان حواسش به ایران نیست، جهان اینه که یه حکومتی ما داره نسل کشی میکنه. من عرض کردم که آقای دکتر پزشکیان به نظر من اونجا دقیق صحبت نکردن و عرض کردم که من مطمئن منظورشون این نبوده، موافق این هستم که بعضی وقت اشتباهاتی میکنیم و حتی بعضی وقتا حرفای درستی رو میزنیم ولی حواسمون نیست که این حرف درست اینجا نباید بزنیم، ولی بعدا متوجه میشیم که چه عواقبی داره پیش میاد. من امکان داره یه حقیقتی رو یه جای بگم و فکر میکنم کار خوبی کردم، بعدا متوجه میشم این کاش اون حرف رو مثلا اون روز نمیزدم علارغم که حرف درستی مثلا حالا یه حرفی رو زدن دیگه. من فکر میکنم که همه متوجه همین که این اومدن تکذیب کرده که به نظر نباید تکذیب میکردم، بایستی میگفتم آره گفتم ولی مثلا منظور این بوده. ولی در هر حال من یقین دارم که آقای دکتر پزشکیان چنین نیتی رو نداشته و توبت های تونلی علیه اون، چون امشب تو اخبار 23 بود یا 9 بود یکی از اینا بود یه تیکه از آقای دکتر پزشکیان رو گذاشته بودن، حرفای خیلی اساسی راجع به غرب و راجع به جنایت‌ها اینها در غزه و لبنان اینها گفتن دیگه. اگه بشه، چون من میدونم که یعنی فرمایشات شما روشن، عرایض بنده هم روشن، از این مسئله بگذاریم. من قبول دارم که نه من سوالم اینه چون بالاخره این حرف دقیق نبوده، بسیار من شما میفهمم که بخیر محدودیتاتون چیه، شکل نباید بیان میشد ولی نیت این نبوده. ولی من نقد کردم، عرضم این بود که تو این سفر به نظر من بعد در همه سفرهای خارجی باید وزیر امور خارجه اونجا باشن در کنار رئیس جمهور، برای اینکه اون در واقع رهبر به اصطلاح یعنی مسئول این حوزه است در دولت. البته مقابل سیاسی رئیس جمهور نقش دارن، دفتر رئیس جمهور آیه به اصطلاح معاون شید که آیه دکتر ظریف هستن سمت که اینا همه نقش دارن، ولی بعضی اون خارجی جایگاه متفاوتی داره. بسیار خوب، حالا عزیز ببین، من فقط 10 سنه دیگه از این گفتگو رو نشون، چون مخاطب از ما خواسته بودن که ببینیم ما این رو ما تمام میکنیم عبور میکنیم. ما نمیخوایم، ما در ام پی تی در تمام مثلا مقررات راجع به هسته‌ای رفتیم وارد شدیم، تعهد کردیم اسرائیل بمب اتم هم درست کرده، هر کاری کرده، تو هیچ کدوم از این قوانین بین المللی هم وارد نشده، کسی هم کاری به کارش نداره. چرا؟ بعد هر وقت دلش خواست تهدید اتمی میکنه، میگه اگه این کارو میکنید ما مثلا با بمب اتم میزنیم. این انسانیته؟ این ادعای صلح و آرامش و امنیت تو دنیاست؟ بیایید کمک کنین دنیا در صلح امنیت باشه. ما آماده ایم، ما نمیخوایم بجنگیم، ما میخوایم با همه آشتی کنیم، با همه کسام طمع در خاک هیچ کشوری نداریم و دنبال اختلال در هیچ جایی نیستیم. معنی حرف این نیست که ممکنه ایرانی نباشه در بعضی جاها بعضی کارها رو نکنه، احتمال داره، چطور که تو کشور خودمون علیه خودمون ممکنه یه عده بلند شن یه کاری بکنن. ولی این جمله واسه خود یه باور نکردنیه، یعنی واقعا یه تندروهای در ایران هستن که این کارا رو میکنن. ما بگید ما این داریم این کار میکنیم، این ما نیستیم،
بالاخره یه سری آدم ها هستن که چارچوب رو نمیپذیرن، مستقل یه اقدامی رو میکنن. اینو نباید دست ما بذارید.